بچه هایی که حکم اعدام گرفتن، بچه های مثل محمد قبادی و مثل محمد بروغنی، مثل ماهان صدرا و کسای دیگه ها که اینجا هستن، تو بندهای مختلف مثل 7 و 5 و 10 بچه ها رو پخش کرد و ما عملا ازشون بیخبریم و این بنده ها فاصله خیلی زیادی با ما دارن. ما هر هفته استرس اینا داریم که این بچه ها رو نبرن اجرا، این بچه ها رو همینجوری بین سوئیس یا همون انفرادی که اینجا هست برای اجرای حکم اعدام، قبل از اجرای حکم اعدام میبرن اونجا، این بچه ها رو هی اونجا و بین بندهای خودشون دارن جابجا میکنن. تا هیچ فرقی با اعدام کردن نداره، یعنی انقدر فشار و ترس و استرس رو به این بچه ها وارد میکنه که هیچ تفاوتی با اعدام نداره. الان توی همین هفته چهارشنبه 5 تا از بچه های قصاصی، بچه های عادی به اصطلاح زندانی ها، اینجا حکمشون اجرا شد. یعنی حتی روند اجرای احکام بچه های عادی هم اینجا سرعت گرفته. یعنی الان ما داریم بچه های عادی رو میبینیم که اینا از صبح تا شب توی استرس هم که مبادا حکمشون اجرا بشه و 5 نفر رو بردن اعدام کردن، جسداشون رو توی 390 گذاشتن، خانواده ها رو بردن اونجا که تایید کنن و جسدا رو منتقل کنن به پزشکی قانونی و گفتن که آره حالا خدا بیامرزه پسرت رو، ان شاءالله میره بهش. از اونجایی که حکومت میخواد یک سرپوشی بذاره روی ناکارآمدی خودش، روی قتل بچهای ما، خب مجددا دست به اعدام زده مثل زمان دهه 60. یعنی این بچهایی که احکام اعدام گرفتن اگر همینجوری به شکل که الان هستار اعدام پیدا میکنه، یک فاجعه بدتر از دهه 60 به وجود میاد. اینجا الان تنها ترین رو و تنها ترین درخواست ما از مردم اینه که خیابونا رو خالی نکنن، چون اگر خیابونا خالی بشه تک تک این بچه‌ها کشته میشن. یعنی اینا دارن با بی‌رحمی تمام بچهای مردم رو میکشن، مثل کاری که توی کردستان کردن، مثل کاری که توی سیستان و بلوچستان کردن، مثل این همه 600 700 نفری که کشتن توی این چند روزه، مثل 60 70 تا بچه که کشتن. این حرف من به عنوان سید اقبال زندانی سیاسی از رجایشن نیست، این حرف من به عنوان محسن شکاری که سرش بیگناه بالای دار رفت، این حرف من به عنوان مهدی حضرتی، این حرف من به عنوان بهنام لایق‌پور، به عنوان زانیار، به عنوان لقمان، به عنوان حدیث نجفی، به عنوان نیکا، به عنوان ساریناس. ما هیچ فرقی با این بچه‌ها نداریم، همه ما یکی هستیم، هیچ راه برگشتی هم ما نداریم. این رژیم تا تک تک ما رو نکشه بی خیال نمیشه. الان همین بچه‌ها ماهان صدرات، محمد قباسی و بروغنی و تمام بچه‌هایی که حکم اعدام گرفتن، حداقل کسایی که من میدونم اینجا هستن، جونشون در خطره. و من مطمئنم با تنگنایی که حکومت توش قرار گرفته، این بچه‌ها رو اعدام میکنه و خیابون‌ها خالی بشه و این انقلاب حداقل فروکش بکنه، این بچه‌ها اعدام میشن. من همه میخوام که خیابون‌ها رو حتماً با این عنوان که تقاص خون این بچه‌ها ریخته شده، این بچه‌هایی که زیر حکم اعدام هستن، نذارن این اتفاق بیفته. این روند مطمئناً ادامه خواهد داشت اگر خیابون‌ها خالی بشه. قول من همین الان بنده 8 زندان رجایی شهر که معروف به بند وزارت اطلاعات، اینجا طبق چیزی که حالا ما به گوش ما رسیده و ما می‌دونیم، اکثر بازداشتی اونجا خانم هستن. حداقل خود من 3-4 تا خانم دیدم که با چشمند از زندان رجایی شهر آورده شدن تو، که خب اونجا دیگه یه بند امنیتیه دیگه، اونجا رو اصلا نمی‌تونیم خبردار بشیم که چه اتفاقی داره میفته. مثل همین اتفاقی که برای آرمیتا عباسی داره میفته، مثل اتفاقی که برای بچهای قرچک داره میفته و زندان‌های دیگه که تو کل ایران هست، که معلوم نیست چه بلایی داره سر این بچه‌ها میارن. اگر این قیام، این انقلاب توی خیابونا ادامه داشته باشه، اینا همین تنگنایی که توش قرار گرفتن تنگتر میشه و دیگه نمیتونن خیلی راحت بچهای ما رو بکشن.